میثاق زمانی نوازنده و آهنگساز جوان ایرانی برای ادامه تحصیل به استرالیا رفته و فعالیت‌های هنری خودش رو در این کشور ادامه میده. میثاق با شیوه جالب و ابتکاری به استقبال کریسمس و روزهای پایانی سال میلادی رفته. جزئیات بیشتر رو از بهنود می‌شنویم. هر سال به مناسبت کریسمس شاهد انتشار آثار متنوعی توسط خواننده ها، نوازنده ها و گروه های موسیقی هستیم. ترانه ها یا آهنگ های جذاب و دلنشین که شادی بخش این لحظات خاطر انگیز است. سال ابتکار یک هنرمند ایرانی ساکن استرالیا با ساب گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی داشت. میثاق زمانی قطعه مشهور جینگل بلز را به صورتی متفاوت اجرا کرد. من از کودکی توسط پدرم به موسیقی علاقه‌مند و آشنا شدم و از سن 4 سالگی شروع به آموختن ساز تنبک کردم. و در گذر زمان با سازهای مختلفی آشنا می‌شدم که خیلی دوست داشتم اونها رو هم امتحان کنم و یاد بگیرم. به همین دلیل در حال حاضر نزدیک به 11 ساز موسیقی ایرانی و کلاسیک میزنم. محور اصلی فعالیت‌های میثاق زمانی موسیقی کلاسیک ایرانی است. با این حال او علاقه زیادی به موسیقی تلفیقی دارد و در تولید این اثر از سازهای مختلفی بهره گرفته. من خودم همیشه دوست دارم برای مناسبت‌های متفاوتی مثل شب یلدایی، سال نوی، عیدی و هر مناسبتی که هست بتونم یک فیلمی، یک موسیقی اجرا بکنم و فیلمش رو به اشتراک بذارم. و برای کریسمس و سال نو آهنگ‌های مختلفی رو با پیانو اجرا می‌کنم. سال گذشته داشتم، ولی امسال ترجیح دادم که یک مقدار متفاوت‌تر این کار رو ارائه بدم. به همین دلیل آهنگ جینگل بلز رو انتخاب کردم. در این آهنگ اومدم سبک کلاسیک و موسیقی ایرانی رو مجدد با هم تلفیق کردم و از سازهای ایرانی چون تنبک، تار و دف استفاده کردم. به این علت که وقتی می‌دیدم غیر ایرانی‌ها خیلی علاقه نشون میدن به سازهای ایرانی و واسه شون جالبه که یک سازی با پوست و با حلقه ها چطوری چه صدای جالبی رو از خودش در میاره و چه صدای بازمتی داره، خیلی دوست داشتم که با این مسیر به این بهونه بتونم موسیقی ایرانی رو با استفاده از یک موسیقی بین المللی که به گوش همه دنیا آشناس، موسیقی ایرانی رو بتونم معرفی بکنم. انتشار این ویدیو با استقبال مناسبی از سوی هنردوستان به ویژه غیر ایرانی ها مواجه شده، موضوعی که میثاق زمانی آن را دلگرم کننده توصیف می کند. مخاطبان غیر ایرانی خیلی پیام های جالبی را از این فیلم پیدا کردن و همشون به نوعی اشاره به این داشتن که چقدر جالب که من تونستم با استفاده از یک زبان واحد، زبان موسیقی، فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف رو از این طریق به یکی شدن و یکی بودن دعوت کنم و این خودش باعث تشویق من شد و امیدوارم که بتونم کارهای خیلی قوی‌تر، با حرفه‌ای‌تر، با کیفیت‌های بالاتری رو ارائه بدم. میثاق زمانی امیدوار است از طریق تولید چنین آثاری به معرفی بهتر موسیقی ایرانی در عرصه‌های بین‌المللی کمک کند و نماینده شایسته‌ای برای کشورش باشد. بهنود مکری، صدای آمریکا.